کشف و بیان هم مجلد درست شده، این پنجم ششم رو میخواییم. تفسیر الکشف و البیان، الکشف و البیان نوشته جناب ثعلبی، تفسیر ثعلبی، در اونجا به سند صحیح این روایت آمده دوستان عزیز که این در رابطه با حارث ابن نعمان فهری بعد از انکار ولایت امیر المؤمنین علیه السلام نازل شده. این که تفسیر الکشف والبیان المعروف به تفسیر الثعلبی، بله، للعالم العلامه ابی اسحاق احمد ابن محمد ابن ابراهیم الثعلبی متوفای سال 427 جزء سادس طبع دارالکتب العلمیه در سال 1425. در این تفسیر دوستان عزیز، در تفسیر سوره مبارکه معارج است، بسم الله الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرین ليس له دافع من الله ذی المعارج. بله. وسئل سفيان بن عيينة عن قوله تعالى سأل سائل في من نزلت. از سفيان بن عيينة پرسیدن، سفيان بن عيينة کیست؟ الله برای شما توضیح میدم. پرسیده شد که سأل سائل درباره کی نازل شده. سفيان در جواب گفت قال سألتني عن مسألة ما سألني عنها أحد من قبلك. به اون سائل گفت که این شما از من سوالی کردی که این سوال را هیچ کس از من قبل از شما نکرده. حدثنی ابی عن جعفر ابن محمد عن آبائه صلوات الله علیه اجمعین. سفیان ابن عیینه میگوید که پدر من عیینه به من گفت. از کی؟ از جعفر ابن محمد صلوات الله علیه، از امام صادق علیه السلام. عن آبائه، از پدران خود نقل کرد، یعنی از امام باقر علیه السلام، از امام زین العابدین علیه السلام، از امام سید الشهداء امام حسین علیه السلام، از امیر المؤمنین علیه السلام. قال لما کان، خب آلا همون روایتی که در کتاب قرطبی برای شما خواندم اینجا آمده، دوباره هم میخوانم، اشکالی نداره. فقط سفیان ابن عیینه کیست دوستان عزیز بیننده؟ سفیان ابن عیینه از رجال بخاری و مسلم، از رجال بخاری و مسلم. سیر اعلام النبلاء تألیف محمد ابن احمد ابن عثمان الذهبی جزء ثامن طبع مؤسسه الرساله. در اینجا بینندگان عزیز در صفحه 454 زندگی نامه سفیان ابن عیینه هست. سفیان ابن عیینه عین، وقتی که عین میگوید یعنی که بخاری مسلم و سنن اربعه ترمذی ابو داود ابن ماجه و نسائی از او روایت کرده. میگوید ابن ابی عمران میمون مولا محمد ابن مزاحم اخ الضحاك ابن مزاحم الامام الكبير حافظ العصر شیخ الاسلام. شیخ الاسلام یعنی بزرگترین عالم زمان خود. بله. ابو محمد الهلالی الكوفی ثم المکی. و اونجا خیلی از برش تعریف و تمجید الى ما شاء الله آورده که از چه کسی روایت کرده و اساتیدش چه کسانی بوده، شاگرداش چه کسانی بوده. بله. و قال الشافعی لولا مالک و سفیان ابن عیینه لذهب علم الحجاز. بلي. وجدت احاديث الاحكام كلها عند ابي عيينه سوى سته احاديث. شافعي قلت لك تمام احاديث احكام راك در فقه من فتوى ميدان همه يشير من السفيان گرفتم. سفيان تمام مذهب شافعي مبتني هست بر مذهب بر سفيان ابن عيينه و او بجز 6 حديث بقيه همه يشير من السفيان گرفتم. و اونجا در كتاب سير اعلام تعريف ازو خيلي زياده. پس همچين عالمي از پدر خود روايت کرده و پدر او که زیاد معروف و مشهور نیست، پدرش درباره او زیاد ذکر در روایات احادیث نیست و فقط از او پسرش روایت کرده و فقط سفیان است که از پدر خود روایت کرده، کسی دیگری از پدرش عیینه کسی روایت نکرده. بله. و او از امام صادق علیه السلام و حضرت امام صادق علیه السلام و امام زین العابدین و امام باقر و
عليه السلام، وإمام زين العابدين عليه السلام، وحضرت سيد الشهداء عليه السلام، وحضرت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أنها هم جيشان نزد جماعة عمر، يا ثقات هستن ومورد اعتماد هستن. لذا سند هیچ گونه اشکالی ندارد، سند در غایت درستی و صحت هست. و قول احمد بن حنبل، احمد بن حنبل روایتی را از امام رضا علیه السلام نقل می کند که ایشان از امام کاظم علیه السلام و ایشان از امام صادق علیه السلام و از پدرانشان از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده. احمد بن حنبل میگوید این سند را اگر بر یک مجنونی ما بخوانیم او شفا مییابد، و عده‌ای از علمای عمریه گفتند که ما این سند را امتحان کردیم، بر مجنون خواندیم و خدا او را شفا داد. لذا سند ائمه هدا علیه السلام نزد جماعت عمریه بلا شک و بلا ریب مقبول هست و در وساقت هیچ گونه حرفی نیست. پس روایت در غایت صحت هست و در غایت وضوح هست. اما قولی که به ابن عباس و قتاده اونها نسبت دادن، کتاب روایت را خودش محققین ببینند، سند ندارد. روایت چیه دوستان عزیز؟ حالا برگردیم به کتاب تفسیر کشف و بیان ثعلبی. روایت کرده از امام صادق علیه السلام، لما کان رسول الله صلی الله علیه و آله به غدیر خم، وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در غدیر خم بودن، ناد الناس فاجتمعوا، مردم را ایشان صدا زدن و مردم جمع شدن. فاخذ بيد علي عليه السلام، پس دست مبارک حضرت صاحب شاه خیبرگشا علیه السلام را گرفتن و گفتن من کنت مولاه فعلی مولاه، فرمودن که هر کس که من مولای او هستم امیر المؤمنین علیه السلام مولای اوست. فشاع ذلك و طاف في البلاد، این خبر شایع شد و در سرزمین ها، بلاد یعنی سرزمین ها، در بین سرزمین ها گردش کرد، خبر گردش کرد. فبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري، این خبر به حارث بن النعمان الفهري رسید. فاتى رسول الله صلى الله عليه واله حتى اتى الابطح فنزل عن ناقته فعناخها وعقلها، آمد پیش سوار بر ناقه خود شد، آمد پیش رسول خدا صلى الله عليه واله وسلم در ابطح. درباره ابطح مختصر عرض شد. از شطور خود پایین شد، شطورش را خوابانید و شطورش را بست. عقله ها یعنی زانوی شطور را بست که شطور بلند نشه نره. ثم اتى النبي صلى الله عليه واله وهو في ملأ من اصحابه، آمد پیش رسول خدا صلى الله عليه واله وسلم در حالی که ایشان در جمع اصحاب خود تشریف داشتند. فقال يا محمد صلى الله عليه واله، بله با لقب ذکر نکرد، با فقط با اسم مبارک حضرت، امرتنا ان الله ان نشهد ان لا اله الا الله، گفتی که خدا به تو گفته با همین کلمات، تو از پیش گفتی که خدا به تو گفته که ما شهادت بدهیم لا اله الا الله، گفتی خدا این چنین امر کرده و ما را امر کردی، و انک رسول الله، و این که خودت شما هم تو خودت هم فرستاده خدا هستی صلی الله علیه و آله و سلم. فقبلناه منك، این را ما قبول کردیم. و امرتنا ان نصلي خمسا فقبلناه منك، ما را امر کردی که روز پنج مرتبه نماز بخوانید، قبول کردیم. گفتید زکات بدهید، قبول کردیم. گفتید ماه رمضان روزه بگیرید، قبول کردیم. گفتید حج بروید، قبول کردیم. ثم لم ترضى بهذا، هر چی خبر آوردی فلان کار مشکل را انجام بده، فلان کار مشکل، ماه رمضان روزه بگیر، نماز، بله نماز بخوان، غذا نخو، آب نخو، هوا هم گرم، قبول کردیم. کافی نبود؟ اینا کافی نبود؟ حتی رفعت ذبعی ابن عمک، تا اینکه آمدی دو دست برادرت را بلند کردی، دو بازوی برادرت را گرفتی بلند کردی. ففضلته علینا، و او را بر ما برتری بخشیدی. این که بگوید امیر المؤمنین علیه السلام شما را دوست دارد، این تفضیل نیست. این که بله خب دوست دارد، تفضیل نیست. فلانی مرا دوست دارد، آیا او بر من برتری پیدا کرده؟ یا من فلانی را دوست داشته باشم، منظوره من پسرم را دوست دارم، پسرم از من عظمت داره؟ ابدا، فلانی ناصر من هست، بله فلانی مرا کمک میکنه. خیلی خوب، آیا او بر من برتری دارد؟ لزوما نه، ناصر من هست، شاید میتونه مثلا اصلا پیش کارمند من باشه، ناصر من است، کارمند منه، به هیچ گونه برتری بر من نداره. بله نصرت، محبت چی به معنای محب و چی به معنای محبوب، اینها بله برتری نیستن لزوما. برتری چیست؟ برتری امامت، سیادت. اینه که این مردک بله حسادت و کفر و عناد او را بیچاره کرده.
علماء النواصب كل همگیشان كلشان پیرو امین حارث بن نعمان فهری هستن. اینها هم اگر در اونجا بودن بر اینها هم سنگ نازل میشد، سنگ به کله اینها هم میخورد. بله وقلت وقفت من كنت مولاه فعلي عليه السلام مولاه فهذا شيء منك ام من الله. آیا این را از پیش خود میگوی یا خدا گفته؟ قال والله الذي لا اله الا هو ان هذا من الله. فرمودن که قسم به آن خدایی که به جز او خدایی نیست، این نیست مگر از جانب خدا. حارث ابن نعمان برگشت در حالی که به سوی سواری خود میرفت و میگفت اللهم پروردگارا خدایا اگر اون چیزی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم میگوید حق است، فامطر علینا حجاره من السماء، پس بر ما ببار سنگی از آسمان یا بر ما بیاور عذابی دردناک. فما وصل الیها، انوز به ناقه خود نرسیده بود که خداوند متعال او را به سوی انداخت از آسمان سنگی، حتی رماه الله بحجر، خداوند بر او سنگی از آسمان پرتاب کرد. فسقط علی هامته، سنگ خورد به کلش، به سرش خورد، به فرق سرش سنگ اصابت کرد. و خرج من دبره، و از پایینش از ما تحتش بیرون شد. و انزل الله تعالی، و خدا اونجا نازل کرد، سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع. Straight Away TV.